سلام، شب و روزتون بخیر و خوبی باشه. آرش سیگارچی هستم و امشب همراه شما خواهم بود در برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. خب در برنامه دیشب وعده دادم که در این برنامه قصد داریم با شما و مهمان برنامه نگاهی داشته باشیم به وقایع اخیر در کشور سوریه. بعد از اعتراض‌ها و تغییرات در کشورهای شمال آفریقا، چند کشور در خاورمیانه همین روزها دستخوش اعتراض و تغییراتی هستند که سوریه هم در این دسته‌بندی قرار می‌گیره. در برنامه امشب نگاهی به سابقه این کشور خواهیم داشت و با مهمان برنامه در این مورد صحبت می‌کنیم که چرا اساساً سوریه برای ایرانیان اهمیت داره. همچنین مقایسه‌ای خواهیم داشت در برنامه امشب در مورد رفتار حکومت سوریه و ایران با معترضان در کشورهای خودشون. خب حتما در برنامه امشب شما نیز این فرصت رو خواهید داشت تا در روی خط بیاید و نظر بدید. سوال امشب ما از شما بیننده گرامی در مورد وقایع اخیر سوریه است و اینکه شما چی فکر میکنید. شماره تماس برنامه رو تا چند لحظه دیگه خدمتتون اعلام میکنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. خب قبل از اینکه بریم به سراغ گزارش‌ها و گفتگومون با مهمان، چند نکته رو بعد نیز همین ابتدای برنامه اشاره کنم. اول واکنش چهره‌های مخالف دولت در ایران هست به وقایع سوریه. مشخصا سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در مطلبی اشاره کرده سکوت رسانه‌های حامی دولت احمدی نژاد درباره اعتراضات مردمی در سوریه و به نوعی انتقاد خودش رو نسبت به این موضوع نشون داده. اما در کنار این واکنش، سفیر ایران در سوریه هم میتونه برای شما بیننده ها جالب توجه باشه. سید احمد موسوی، سفیر ایران در دمشق، گفته حوادث سوریه نسخه دوم فتنه 88 ایران است. این خبر رو خبرگزاری فارس 14 فروردین 1390 منتشر کرده. البته بعد نیست اشاره کنم برخی هم به نوعی با سفیر ایران در دمشق موافق هستن، اما از یک منظر دیگه. مثلا اشاره دارن به اینکه خیلی از رفتارهای حکومت بشار اسد در سرکوب مخالفان به نوعی شباهت‌هایی داره با آنچه دولت جمهوری اسلامی و حکومت ایران در دو سال اخیر در مواجهه با معترضان انجام داده. به چند خبر از این جنس نگاه کنیم ببینیم نظر شما چیه. از جمله بسین شعبان، مشاور سیاسی و اطلاعاتی رئیس جمهور سوریه، در یکی از گفتگوهاش گفته زندانی سیاسی در این کشور نداریم و با اشاره به اعتراضات مردم سوریه گفته اینها طرح فتنه هستش. یا خبر دیگه ای، با برپایی تظاهراتی در حمایت از اسد، مردم سوریه توطئه های غرب رو خونسا کردن. این خبر رو خبرگزاری فارس در 5 فروردین منعکس کرده. یا مورد مشابه این که منابع دولتی در سوریه عنوان کردن که نیروهای امنیتی به مردم شلیک نکردن. و آخرین مطلب مشابه با ایران در سوریه مربوط به خبریه که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا پخش کرده و گفته که پخش اعترافات اختشاشگران از تلویزیون سوریه مربوط به 7 فروردین 1390 است. بعد از این نکات گزارش اول برنامه آماده است. در واقع این گزارش روزنگاری است به وقایع اخیر سوریه از نیمه اسفند تا امروزی که درش قرار داریم. این رو ببینید، برمیگردیم با مهمان برنامه بحث رو آغاز میکنیم. ۲۴ اسفند، آغاز اعتراض در سوریه علیه بشار اسد، سرکوب معترضان و کشته شدن حداقل 6 نفر. 3 فروردین، ادامه اعتراض در سوریه و شعار نه حزب الله نه ایران از سوی معترضان،
کشته شدن 6 نفر دیگر. 6 فروردین ادامه اعتراضات ضد دولتی. الجزیره از مرگ حداقل 20 معترض خبر داد. چهره‌های بین المللی خواستار پایان خشونت شدند. 7 فروردین معترضان دفتر حزب بعث سوریه، حزب بشار اسد را در بعضی شهرها به آتش کشیدند. 8 فروردین معترضان خواستار افزایش آزادی سیاسی در سوریه شدند. 9 فروردین هیئت دولت سوریه استعفا داد. آمریکا شرایط سوریه را با لیبی متفاوت دانست و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا احتمال دخالت نظامی را در سوریه رد کرد. 10 فروردین بشار اسد در طول سخنرانی در مجلس سوریه گفت ناآرامی‌ها توطئه بیگانگان برای تجزیه سوریه است. آمریکا خواستار تلاش اسد در زمینه اصلاحات سیاسی شد. 12 فروردین برپایی نماز جمعه و مرگ حداقل 9 معترض. آمریکا سرکوب معترضان را در سوریه محکوم کرد. 14 فروردین خاکسپاری کشته شدگان روز 12 فروردین. خب در برنامه امروز و امشب روی خط آقای مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران مهمان برنامه است که با ایشان در مورد مسائل سوریه، اهمیتش برای ایران و همچنین واکنش ها به آنچه در این کشور روی داده صحبت خواهیم کرد. همینک ارتباط ما از طریق اسکایپ با آقای محمدی برقرار است. سلام بر شما آقای محمدی عزیز. سلام دارم خدمت شما آقای سیگارچی عزیز و بینندگان و شنوندگان برنامه های شما در سراسر عالم. خب آقای محمدی از وقت استفاده کنیم و همین ابتدای برنامه نگاهی بیندازیم به سوریه و جایگاه این کشور در منطقه خاورمیانه. من فکر میکنم از سه نظر ابتداعاً به اون پرسش اولیه شما پاسخ بدم که چرا سوریه برای ما ایرانی ها مهم هست. از سه نظر سوریه برای ما اهمیت داره در شرایط امروز. یکیش این موج جنبش‌های اعتراضی و سیاسی است در منطقه، به دلیل اینکه این جنبش‌ها بر کشورهای مختلف تأثیر گذاشتن و مثل جرقه آتش از یک کشور به کشور دیگر دارن سرایت می‌کنن. نکته دوم همپیمانی ایران هست و سوریه در سه دهه گذشته و استفاده ایران از سوریه برای ارسال سلاح به حزب الله و اینکه اگر در سوریه رژیم متفاوتی به کار بیاد بخشی از توازن قوا در منطقه برهم خواهد خورد. و نکته سوم شباهت هایی است که بین ایران و سوریه از حیث روش های سرکوب و ماشین سرکوب در منطقه وجود داره. بله آقای محمدی، اشاره به این مسئله که تو سالهای اخیر شاهدیم که ایران و سوریه ارتباطشون خیلی گسترده تر از قبل شده. به هر حال پس از روی کار آمدن بشار اسد این رابطه گسترش بیشتری پیدا کرده. همینطور هست. علت اصلیش هم به نظر من بعد از دوره جنگ ایران و عراق که سوریه تنها کشور عربی بود که از ایران حمایت میکرد، بعد از جنگ ایران و عراق به دلیل اینکه ایران به دنبال بست گسترش منطقه‌ای خودش بالاخص در جوامع شیعه است و بالاخص در جنوب لبنان، سوریه مرکزی بوده برای برقراری این تماس، برقراری تدارکات برای حزب الله و ارسال سلاح. و همچنین سوریه در طی سه دهه گذشته از صدها میلیون دلار کمک ایران برخوردار بوده و همواره این ارتباطات بسیار نزدیک بین مقامات ایران و مقامات سوری برقرار بوده. خب ظاهراً هم ایران و سوریه منافع مشترکی در مسائل سیاسی منطقه دارن، همونجوری که اشاره کردید بخشی از این منافع در مورد حزب الله است. همینطور هست. ایران در بالاخص در سالهای اخیر بعد از جنگ سال 2006 ایران نه تنها کمک تدارکاتی نظامی به حزب الله داشته، بلکه سهم بسیار بزرگی در بازسازی مناطق تخریب شده داشته. گفته می شود بر اساس برخی تخمین ها کمک ایران به حزب الله تا حد حدود 1 میلیارد دلار میرسه و بخش عمده ای از این تدارکات و کمک ها از مسیر سوریه بوده. سوریه گرچه در داخل لبنان با مشکلاتی برخوردار بوده، اما به خاطر همپیمانی با حزب الله
تونسته یک در واقع حلقه اتصال بین ایران و حزب الله لبنان باشه. برخی معتقدند که سوریه به نوعی حد واسط بین ایران و کشورهای غربی است، به نوعی که نه مثل ایران با اسرائیل قطع رابطه داره و نه در حقیقت رابطه نزدیک داره، یه حالت بینابینیه. شما چی فکر میکنید در مورد مقوله سوریه و اسرائیل و ایران؟ سوریه به دلیل اینکه یک رژیم سکولار و یک رژیمی است که گرچه دارای تمایلات سوسیالیستی بوده، اما رابطه خودش رو با غرب همواره حفظ کرده، رابطه خوبی با دول اروپایی داشته، در مواردی از سوریه برای تماسگیری با ایران استفاده شده، بالاخص در دهه 60 در دوره جنگ و در دهه 70. اما در دهه 80 من کمتر شنیدم که از سوریه به عنوان یک پل ارتباطی استفاده بشه. عمدتا ترکیه چنین نقشی رو در دهه 80 بازی کرده. برسیم به اعتراضات اخیری که در سوریه به نوعی خبرهاش منتشر شده و تقریبا جامعه جهانی دنبال میکنه. شاهدیم که عمده تظاهرات در شهرهای غربی و جنوبی، مشخصا در لاذقیه یا درعا دنبال میشه و هنوز منطقه پرجمعیتی مثل پایتخت دمشق درگیر نشده. به نظر شما دلیل چیست که هنوز شاهد نیستیم که در سراسر سوریه این اعتراضات ادامه پیدا کنه؟ تا امروز آماری که سازمانهای بین المللی حقوق بشری عرضه کردند، حدود 70 نفر در سوریه کشته شدند به دست نیروهای امنیتی. اعتراضات عمدتاً در شهرهای درعا و لاذقیه بوده، اما در شهرهای کردنشین هم برخی اعتراضات دیده شده. در حومه دمشق هم تظاهراتی برگزار شده، اما در شهرهای بزرگ مثل حلب و دمشق کمتر با تظاهرات بسیار گسترده ما مواجه بودیم. علت این موضوع رو هم به نظر من باید گشت در شرایط امنیتی بسیار شدید در شهر دمشق. کسانی که در سوریه سفر کرده باشند این رو کاملا احساس می کنند که این کشور به صورت حکومت نظامی اداره میشه. در 14 دهه گذشته سوریه همواره دارای شرایط فوق‌العاده بوده و هیچ گونه اجازه فعالیت یا تجمع رو به نیروهای سیاسی سوریه نمیداده. بالاخص پس از بروز جنبش‌های سیاسی در شمال افریقا این شرایط امنیتی بسته‌تر و بسته‌تر شده، بالاخص در شهرهای بزرگ. اما در شهرهای کوچکتر فضا بازتر بوده برای اینکه مردم بتوانند اعتراضات خودشون رو عرضه کنند، بالاخص در این دو شهر. نکته جالب در مورد لاذقیه و درعا این هست که این هر دو شهر از مراکز در واقع قدرت نیروهای در واقع رژیم بشار اسد بودند. شهر لاذقیه جایی است که علوی ها که حکومت سوریه از میان اونها برمیخیزه، علوی ها به شدت قدرتمند بودند. درعا هم یکی از مراکز قدرت حکومت بوده. علی رغم این تونستن مردم از خلل و فرجایی که در دستگاه امنیتی وجود داشته استفاده کنند و به خیابان ها بریزند. این رو هم به نظر من بیشتر باید در تحولات جمعیتی، تحولات سیاسی، تحولات رسانه‌ای در سوریه جستجو کرد که در گام‌های بعدی من بهش خواهم پرداخت. یه نکته تو صحبتاتون بود در مورد وضعیت اضطراری که حدود 40 بیش از 40 سال در سوریه برقرار. آقای بشار اسد تو سخنرانی اخیری که در مجلس سوریه داشت وعده داده که شاید این وضعیت اضطراری برداشته بشه. آیا فکر می‌کنید با این اعتراضات این وضعیت اضطراری در سوریه برداشته میشه؟ من احتمالش رو بسیار کم میدونم. آقای بشار اسد هم عمدتاً وعده‌ای که دادند مبتنی بر این بود که یک گروهی رو مسئول تحقیق خواهند کرد برای اینکه بررسی کنند آیا میتوانند این رو، این شرایط فوق‌العاده رو بردارند یا نه. هیچ وعده مشخصی برای برداشته شدنش تا کنون داده نشده. آقای محمدی حتما بحث رو با شما ادامه خواهیم داد، اما اجازه بدید که نظر بینندگان برنامه روی خط رو هم داشته باشیم. روی خط تعدادی از بیننده ها روی خط هستند. اول بریم به سراغ سیروس از ایران، خودش رو معرفی کرده. سیروس عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر. نظرت در مورد وقایع اخیر در سوریه چیه؟ سلام بر شما و همه ایرانی‌های عزیز. به شما عرض کنم که نمیدونم چه دست و پایی که این آقای مجید محمدی داره میزنه. موقعی که در اسرائیل این همه، در فلسطین این همه جنایت میشه، اسرائیل فلسطینی‌ها رو میکشه، همین صدای آمریکا هیچی نمیگه. و حالا
سلسیما ایران هم مثل شما. این شما موضوع گیریتون نسبت به اسرائیل یک همچین حالتیه. نظرتو در مورد سوریه میخواییم بشنویم سیروس عزیز، اگر در این مورد نظری دارید بفرما، حتما متناسب با مسئله اسرائیل و فلسطینیان برنامه خواهیم داشت. اگر در مورد سوریه نظر دارید بفرمایید، اگر نه بریم سراغ دیگر بینندگان. بله خانم کلینتون هم که اخیرا گفته ما دخالت نمی کنیم، پس این چه انتظاریه که ایران دخالت کنه توی مداخله سوریه و آمریکا دخالت نکنه؟ بله. و الان داریم میبینیم که یک همچین مسئله توی فلسطین که وجود میاد، شما چون منافعتون از طریق بودجه کنگره تامین میشه، کنگره هم دست یهودی و صهیونیست هاست، میبینیم که قشنگ داره منافع اونا رو تامین میکنیم. بله ممنونم سیروس عزیز، نظر خودت رو بیان کردی. بریم سراغ وحید از اصفهان. وحید هم شبت بخیر، نظرتو میشنویم در مورد این که در مورد وقایعی که اخیرا در سوریه داره اتفاق میفته. درود بر شما آقای سیگاسی. خواهش میکنم. درود بر جنبش سبز. میخواستم خدمتتون عرض کنم که متاسفانه این جنبش مردمی سوریه همانند جنبش سبز خودمون قوی عمل نمیکنه و میبینیم که خود شما توی روز شمارتون آوردین در این چند روز گذشته تظاهراتی نداشتن. من میخوام یه توصیه به مردم سوریه بکنم که اینکه اگر میخوان واقعا مثل جامعه سبز رفتار کنن و در آخرش به شکست منجر بشه، هم بهتر که اصلا انقلاب نکنن و بمونن خونه هاشون. و یه تصویه هم داشتم از شما و رسانه های دیگه که بیان واقعا از این مردم حمایت کنن. همونطور که از جامعه سبز رسانه های مثل شما و بی بی سی حمایت میکردن، شما و از اونها رسانه های عرب زبان از اونها حمایت کنن که بتونن. ممنونم وحید عزیز که نظر دادی. البته کار صدای آمریکا حمایت از هیچ چیزی نیست، ما تنها وظیفه‌مون خبررسانی و ممنون از اینکه نظر تو بیان کردی و البته از اینکه چندین بارم در صحبتات از واژه سبز استفاده کردی. بگذاریم، امیرم از تهران هست، بشنویم نظر امیر رو و ببینیم امیر از تهران چه نظری داره. سلام بر شما، نظرتون رو میشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سیگارچی. من خواستم عرض کنم خدمت شما و تمام بیننده‌هاتون که اگه دموکراسی واقعا برای صدای آمریکا مهمه و ارزش داره، خب این اعتراضات در جاهای دیگه هست هم پررنگ‌تر و هم مهمتر، از اهمیت بیشتری برخوردار، مثل عربستان. خب چرا شما به این اعتراضای عربستان رو پوشش نمیدید؟ این جا داره که شما حسابی بهش بپردازید، چون که تأثیرگذارترین کشور در منطقه بین کشورهای عربی به نظر میرسه عربستان باشه. اگه هیبت و اهمیت این دیکتاتور ما درک کنیم، اینو بشکنیم. ممنونم امیر عزیز. البته ما در هفته های گذشته سعی کردیم متناسب با وقایعی که اتفاق میفته برنامه داشته باشیم. در مورد مصر برنامه داشتیم، در مورد لیبی داشتیم، در مورد سوریه داریم، امروز داریم و امیدوارم در روزهای بعد اگر فرصت بشه و همکاران تصمیم بگیرن در مورد دیگر کشورها هم برنامه داشته باشیم. خب یک گزارشی در حقیقت مصاحبه ایست آماده است که فکر میکنم برای بیننده های ما چه در ایران چه در خارج از کشور اهمیت داشته باشه. مصاحبه ایست که همکارم علی جوانمردی در صدای آمریکا با عمر علی فعال سیاسی در دمشق ساعتی پیش انجام داده و از این در اینجا از شما دعوت میکنم که به این گفتگو و برگردان سخنان این فعال سیاسی سوری درباره اوضاع اون کشور توجه کنید. الوضع الأمني قلق جدا، هناك عشرات القتلى وهناك العديد من الجرحى. اوضاع امنیتی به طور جدی نگران کننده است. اینجا ده ها تن کشته و شمار زیادی مجروح شدند. جمعیت زیادی از مردم شهر درعا را سرکوب کردند. تظاهر کنندگان به شدت سرکوب میشند. حقوق بشر نادیده گرفته میشه. همچنین در دمشق، دوما، لازقیه، حمص و رقه ناآرامی و تظاهرات ادامه داره. دولت به راه حل‌های تسکین موضعی و موقت روی آورده، بدون آنکه به رأی و اراده مردم احترام بگذارند، بدون پاسخ به آزادی‌های مورد خواست مردم، بدون لغو اعلام وضعیت اضطراری و آزادی فعالیت گروه‌های سیاسی، اوضاع آرام نخواهد شد. مطالبات مردم بسیار مشروعند. نخست لغو حالت فوق العاده و احکام عرفی آن، لغو دادگاه‌های ویژه، آزادی فعالیت احزاب سیاسی و سندیکاهای صنفی، آزادی بیان و مطبوعات و اصلاح و تدوین قوانین جدید برای انتخابات پیشرو. اعلان اصدار قانون جدید عصری للانتخابات المقبله، انتخابات قادمه. خب
آنچه دیدید و شنیدید گفتگوی همکارم علی جوانمردی بود با عمر علی، فعال سیاسی در دمشق، که در مورد وقایع اخیر در سوریه نظرش رو بیان کرد. بحث امشب ما پیرامون وقایع اعتراضی در سوریه است و بحث رو با مهمان برنامه ادامه خواهیم داد. منتها پیش از اون یادآوری کنم اگر میخواهید روی خط بیاید و نظر بدید، میتونید با شماره تلفن زیر نویس شده برنامه تماس بگیرید. همکارانم با شما تماس بگیرم و نظر شما رو هم روی خط داشته باشیم. خب آقای محمدی، آیا همین ابتدا نظری دارید در مورد اون بیننده‌ای که تماس گرفتن، یا من سوالم رو مطرح کنم؟ من در مورد دو تا از تماس ها فقط یک نکته کوتاهی رو عرض کنم. یک دوستی در مورد نقض حقوق بشر در اسرائیل نکاتی رو فرمودن و دوست دیگری در مورد نقض حقوق بشر در عربستان. نقض حقوق بشر در یک جامعه هیچگاه توجیه نمی کنه نقض حقوق بشر در جامعه دیگر رو، همونقدر که کسانی که فعال سیاسی هستن نقض حقوق بشر در سوریه رو محکوم میکنن، نقض حقوق بشر در اسرائیل یا عربستان یا بحرین رو هم محکوم میکنن. همچنین نکته دوم، اگر تضادی میان دو ملت وجود داره، یعنی سوریه یا اسرائیل در حالت نجنگ نسل به سر میبرند، یا تضادهای منطقه‌ای که وجود داره، اینها به هیچ وجه سرکوب مردم و نقض حقوق مردم رو توجیه نمی‌کنه. اگر امروز سوریه در کنار ایران و حزب الله هست، این توجیه نمی‌کنه که سوریه مردم خودش رو در روز روشن در خیابان با تکدیراندازها و گروه‌های اوباش مورد حمله قرار بده و حدود 70 نفر رو از میان برداره. خب آقای محمدی، برسیم به مسئله ایران و اینکه چرا عملا هیچ واکنشی در قبال مطالبات مردم سوریه نشون ندادن. من خیلی جستجو کردم آیا ببینم میتونم نمونه‌ای در حمایت از اعتراض مردم پیدا کنم، هیچی پیدا نکردم و حتی در جهت مخالف دیدم که به نوعی این اعتراضات رو به توطئه غربی عنوان کردن مقامات ایران. و جالبه که از سوی میبینیم، مثلا همین امروز تو خبرگزاری فارس دیدیم که در اعتراض به کشتار شیعیان و اهل سنت اعلام کردن دروس حوزه‌های علمیه سراسر کشور 17 فروردین تعطیل است. چگونه است که ایران خودش رو در ادعا همراه با جنبش‌های مردمی معرفی میکنه اما در مورد اعتراضات مردم سوریه سکوت کرده؟ به نظر من برخورد جمهوری اسلامی، هم حکومت و هم رسانه‌های دولتی و شبه دولتی، از یک الگو پیروی میکنه. امروز آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و دیگر مقامات رسمی جمهوری اسلامی بر این باور هستند که ایران در حد یک ابرقدرت عمل میکنه. کشوری که در حد یک ابرقدرت عمل میکنه کاملا در چارچوب تصوری که از رفتار ابرقدرت ها دارند امروز عمل میکنند. یعنی اگر کشوری با اونها هم پیمان باشه، بر روی جنایاتش و سرکوب حقوق بشر در اون کشورها چشم میبندند و اگر کشوری هم پیمان نباشه اعتراض میکنند. همون تصوری که از امپریالیسم امریکا در اذهان اینها وجود داره، به نظر من بر همون اساس اینها امروز دارن عمل میکنند. در رسانه‌های دولتی و شبه دولتی به روشنی در تحلیل‌های مختلف ابراز شده این موضوع که چون سوریه هم پیمان جمهوری اسلامی هست، چون در جبهه مقاومت علیه اسرائیل وجود داره، ما باید علارغم تفاوت‌های قومی، از تفاوت‌های مذهبی، باید از رژیم سوریه حمایت بکنیم. علت این حمایت هم به صورت ایدئولوژیک توجیه نمیشه که حالا سوریه مثلا ایدئولوژی سوسیالیستی است یا اسلامگراست، بلکه در چارچوب منافع دراز مدت یک قدرت استکباری اینها توجیه میشه. نمونه مشخصش مطلبی بود که در سایت الف آمده بود و اینکه سوریه امروز در خط مقدم دفاع از جمهوری اسلامی قرار داره و ما می توانیم با انتقال جنگ، انتقال دشمنی ها به سوریه و لبنان، کشور خودمون رو حفظ کنیم. درست همون استدلالی رو که نیروهای جنگ طلب در امریکا یا در دیگر کشورهای قدرتمند دارند که باید جنگ ها رو در مناطق دیگر اداره کنند، همین استدلال هم امروز از سوی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین از سوی رسانه‌های دولتی و شبه دولتی عرضه میشه. خب آقای محمدی، پیش از اینم شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران نسبت به سرکوب مسلمانان چین یا در به نوعی در جمهوری کشورهای نزدیک به روسیه سکوت کرد. چقدر این سکوت و عدم همراهیش با این اعتراضات منافع ملی ایران رو تضمین میکنه؟
به نظر من در چارچوب منافع ملی کشور نیست، چون همپیمانان استراتژیک که ایران و نه جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی بلکه کشور ایران، همپیمانان استراتژیک ایران در منطقه دولت‌هایی هستند که می‌تواند بر اساس روابط با اونها چشمانداز دراز مدتی از رفاه و سعادت رو برای ملت ایران داشت، نه برای حکومت. سوریه و حزب الله لبنان امروز همپیمان استراتژیک دولت جمهوری اسلامی هستند و نه همپیمان استراتژیک کشوری به اسم ایران، یک واحد سیاسی به اسم ایران. آقای محمدی، حتما با شما بحث رو ادامه میدیم، اما اجازه بدید فرصت رو در اختیار بیننده ها هم بذاریم و ببینیم نظر اونها چیست. چند بیننده روی خط هستن که اول از همه بریم سراغ رضا از تهران. اگر رضا روی خط هست و صدای من رو میشنوه، سلام بر شما، بفرمایید نظرتون در مورد وقایع اخیر سوریه چیه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون و مهمان محترم برنامه. من تشکر میکنم از آقای محمدی مهمان برنامه که خب منصفانه نقد کردن و این نقد منصفانه شون نسبت به اینکه در اسرائیل حقوق بشر رعایت نمیشه، خب عنوان یک نقد منصفانه قابل قبوله. مسئله دومی که خانم هیلاری کلینتون میاد با شبکه بی بی سی فارسی مصاحبه میکنه، اخیرا هم مقرر شده که فردا بیاد در این شبکه حضور پیدا بکنه، ولی خب ولی با شبکه صدای آمریکا ظاهرا نمیخواد مصاحبه داشته باشه. خب این نشون میده که به هر حال این شبکه رو قبول نداره. من نمیدونم رضا جان این نکته چه ربطی به موضوع برنامه داره. اتفاقا مصاحبه ایشون با بخش فارسی صدای آمریکا به زمان دیگر منتقل شده و حتما در این مورد اطلاع رسانی کافی صورت خواهد گرفت، چه از سوی من و چه از سوی همکاران دیگه. اما فکر میکنم نظرت ربطی به برنامه نداشت. اجازه بدید بریم سراغ دیگر بیننده ها. از جمله پیام از آمریکا روی خط هست. پیام عزیز سلام، روزت بخیر، نظرت در مورد وقایع اخیر سوریه چی؟ سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان محترم. در رابطه با بحثی که داشتین، من علتی که تماس گرفتم، من اصولا تماس با شبکه‌ای نمیگیرم، ولی نکته دیدم یک مقدار نپسندیدم و فکر کنم که مشروعیت تاپیک هاتون رو یه مقدار زیر سوال میبرین با این گونه برخورد با کسایی که زنگ میزنن و اظهار نظری میکنن. دوستی که زنگ زد و ابراز کرد که چرا در رابطه با نقض حقوق بشر یا اتفاقاتی که در بحرین و عربستان داره میفته شما اظهار نظر نمی کنین و وقت نمی گذارین، بسیار بسیار سوال و گله به جایی بود، ولی متاسفانه شما خیلی راحت ازش گذشتین و اکتفا کردین به خدافظ خدافظ خدافظ. یک مقداری گسترش بدین بحثتون رو. اینقدر من هم مثل شما از خیلی از مسائل در ایران راضی نیستم، ولی از حق واقعیت نگذرین. پیام عزیز، من نکته‌ای که خدمت اون بیننده عرض کردم خدمت شما هم یادآوری میکنم که ما در یک ماه اخیر یک بار به موضوع لیبی پرداختیم، به موضوع تونس و مصر پرداختیم، امروز به سوریه داریم میپردازیم، مطمئناً به وقایع دیگر کشورها هم تا حد بضاعتمون و امکاناتمون خواهیم پرداخت. این اطمینان رو داشته باشید. امیدوارم صحبت من رو شنیده باشن چون صداشون قطع شد. بریم به سراغ مهران از اصفهان رو هم داشته باشیم و بعد بحث رو با میهمان برنامه ادامه بدیم. مهران عزیز سلام، نظر شما رو میشنویم در مورد وقایع اخیر سوریه. سلام عرض کردم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. نکته ای که هست، جنس این جنبش های مردمی که در منطقه هستند حقیقتا از یه جنس هستند، یعنی چه در سوریه چه در عربستان و خیلی از کشورهای عربی، دیکتاتوری هایی که تقریبا 30-40 ساله دارن بر مردم منطقه دارن حکومت می کنن. من نکته ای که اینجا مهمانتونم اشاره کرد در مورد رابطه حزب الله ایران و سوریه، در حقیقت در امروز در ادبیات سیاسی دنیا همین مسئله در مورد رابطه آمریکا با بحرین عربستان هم هست. در حقیقت دموکراسی، آزادی، حقوق بشر الان یه بهانه‌ایه، یعنی کشورها رابطه شون رو در حقیقت بر اساس اون منافعی که دارن به اصطلاح پیش می‌برن. الان خود شما بر رسانه‌هایی که به اصطلاح رسانه‌های غربی پوششی که میدن یا حتی خود موضع‌گیری‌هایی که خود مقامات غربی می‌کنن در مورد مسائل بحرین و عربستان، اصلا عربستان بایکوت خبریه. واقعا ما می‌بینیم که عملاً انگار نه انگار در عربستان حکومت دیکتاتوری است. ممنونم مهران عزیز. منتها مثل که فکر می‌کنم شما بخشای خبری ما رو ندیدید که همکاران من تو بخشای خبر به این موضوعات پرداختم. فکر می‌کنم امیدوارم که در برنامه‌های بعد که در مورد عربستان و حالا بحرین و اینها رو که اسپوردید برنامه داشتیم بیاید روی خط و نظر بدید. قبل از اینکه
بحث رو با مهمان برنامه پی بگیریم، در بخش معرفی وبلاگ سری به پیام ایرانیان بزنیم که مسعود برجیان رو می‌نویسه. نویسنده پیام ایرانیان در مطلبی به عنوان انقلاب عربی خوب، انقلاب عربی بد نگاهی کرده به مواجهه ایران و غرب با اعتراض‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا. مسعود برجیان بعد از مرور اینکه غرب و مشخصا آمریکا در پی اعتراض‌ها در تونس و مصر کاملا غافلگیر شد، به ایران هم اشاره کرده و نوشته ایران هم که موج انقلاب‌های عربی رو بیداری اسلامی و انتفاضه نوین مینامید و آنها را دارای ماهیت غرب ستیز میخوان، از در مخالفت با اعتراض‌ها در سوریه در آمد و این مخالفت‌ها را به القاعده و بعثی‌ها یا اسرائیل نسبت میداد. در عوض به برجسته کردن اعتراض‌های بحرین می‌پرداخت و مدام صحنه‌های تیراندازی و کشته شدن معترضان رو به نمایش می‌گذاشت. نویسنده در آخر مطلبش اینطور جمع‌بندی کرده که امروز نگاه‌های زیادی به سرنوشت لیبی چشم دوختند. حکومت‌ها در بیم و امید از مصالحه یا عدم مصالحه غرب با حکومت لیبی و معترضان در بیم و امید از میزان و نحوه کمک غرب به شورشیان لیبی. سرنوشت لیبی تأثیر عمیقی بر تداوم انقلاب‌های زنجیره‌ای عربی و واکنش حکومت‌ها در برابر آنها خواهد داشت. نویسنده در پایان یادآوری کرده سرنوشت لیبی امروز به یک نقطه عطف بزرگ در روند به ظاهر دنباله‌دار انقلاب‌های عربی تبدیل شده است. این نظر مسعود برجیان بود در پیام وبلاگ پیام ایرانیان. گزارشی هم داریم با اون در حقیقت می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به موضع‌گیری‌های بین‌المللی در قبال وقایع سوریه و در این گزارش به طور مشخص به اون می‌پردازیم، اینکه غرب یعنی اروپا و آمریکا چه نگاهی به این وقایع داره و البته موضع ایران تاکنون چه بوده است. این گزارش رو ببینید، برمیگردیم بیشتر با مهمان برنامه صحبت می‌کنیم. با اینکه اغلب سیاستمداران بین المللی خواستار توجه بشار اسد به مطالبات معترضان در سوریه هستند، حکومت ایران تاکنون با دولت سوریه همراهی کرده و حتی در رسانه‌های دولتی ایران اعتراض‌ها در سوریه فتنه‌هایی از جنس وقایع دو سال گذشته در ایران نامیده شده است. با آغاز اعتراض‌ها در سوریه، مقام‌های آمریکایی همواره از بشار اسد خواستند روی به اصلاحات سیاسی بیاورد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به صراحت از سوریه خواسته است به خشونت علیه تظاهرکنندگان پایان دهد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جداگانه تاکید کردند بشار اسد باید خواستهای مردمش را محترم بشمارد. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ واکنشی به سرکوب معترضان در سوریه نشان ندادند و تنها با بشار اسد متحد خود همراهی کردند. در دو هفته اخیر ده‌ها نفر از معترضان در سوریه جان باختند. در رسانه‌های دولتی ایران اعتراض‌ها در سوریه تحریکات اسرائیل و غرب عنوان شده و برخی رسانه‌ها چون خبرگزاری فارس مدعی شدند که اعتراض‌های اخیر فضاسازی شدید رسانه‌های غربی علیه سوریه برای ایجاد اغتشاش است. در برخی دیگر از رسانه‌های دولتی ایران حمایت طرفداران بشار اسد مورد توجه قرار گرفته و در شرایطی که رسانه‌های مستقل از حضور چند هزار حامی اسد خبر دادند، خبرگزاری‌های دولتی ایران آن را حضور صدها هزار نفری حامیان بشار اسد خواندند. سوریه و ایران از نظر سیاسی متحد نزدیک هستند و سه هفته پیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که در حال حاضر بیش از 40 شرکت ایرانی در سوریه فعالیت دارند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. خب بیننده برنامه روی خط هستید که امشب بحث وقایع سوریه رو مرور کرده ایم و داریم میخوانیم بودن. آقای محمدی، کمتر از 4 دقیقه وقت داریم و چند سوال که من رو دستم مونده، دو تاشو میخوام بپرسم. یکی این که نگاهیم داشته باشیم به واکنش‌های بین‌المللی. برخی آمریکا رو متهم می‌کنن که نگاهی دوگانه به اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه داره. مثلا رسانه‌های جمهوری اسلامی مدام مدعیان که آمریکا در قبال بحرین سکوت کرده و میخوام از شما بپرسم در مورد سوریه نگاه آمریکا و غرب چگونه است؟ به نظر من موضع دولت آقای اوباما و بالاخص وزارت خارجه خانم کلینتون نسبتاً موضع سازگاری بوده، چون در همه موارد خشونت رو از هر دو طرف
محکوم کردن. اما اینکه در لیبی امریکا اقدام نظامی میکنه و در سوریه یا بحرین اقدام مشخصی رو صورت نمیده، این برمیگرده به تفاوت‌های بنیادی که حکومت‌ها در این کشورها در برابر جنبش‌های اعتراضی از خودشون بروز دادن. در لیبی آقای قذافی با هواپیما به مردم حمله میکنه، بمب میریزه بر سر مردم، یا با تانک به افراد حمله میکنه. خب طبعاً برخوردی که با آقای قذافی صورت میگیره متفاوت خواهد بود با برخوردی که حکومتی مثل بشار اسد یا آل خلیفه در بحرین دارن. در بحرین و سوریه رفتارها بسیار شبیه رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی بوده، کشتارها کشتارهای اندک بوده، موضعی بوده، با نیروهای لباس شخصی بوده. در سوریه گروهی به اسم شبیهه وجود داره که عمدتاً باندهای قاچاقچی و اراذل الاوباش هستن، نزدیک به حزب علوی‌ها و حزب بشار اسد. از روی یک نسخه تقریبا عمل شده برای اینکه واکنش‌های تند بین‌المللی رو در پی نداشته باشه. نسبت به سوریه و نسبت به بحرین عمدتاً حکومت امریکا خواستار خودداری حکومت از استفاده از ابزارهای خشونت شده و همچنین خواستار اصلاحات شده برای اینکه این تنش‌ها کاهش پیدا کنه. به اصلاحات اشاره کردید. یک نقل قولی از خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا است که گفتن تعدادی از نماینده‌های کنگره در آمریکا گفتن که سوریه در ماه‌های اخیر روند خوبی در اصلاح داشته. آیا به نظر شما فکر می‌کنید آمریکا به تسریع روند اصلاحات توسط بشار اسد امیدواره؟ از روزی که آقای بشار اسد بر سر کار اومده، هم مقامات امریکایی و هم رسانه‌های امریکایی نگاه خوشبینانه‌ای داشتند، به دلیل اینکه آقای بشار اسد رو فردی می‌دونستن که در غرب تحصیل کرده، دکترای پزشکی داره. با این نگاه مثبت تلاششون بر این بوده است که تنش‌ها در سوریه کاهش پیدا کنه. چیزی که برای دولت امریکا اهمیت داره قبل از دموکراسی، ثبات سیاسی است در این کشورها. در سوریه هم همینطور. امروز ترجیح دولت امریکا این است که دولت آقای بشار اسد اگر میخواد بر سر کار بمونه با یک شرایط باثبات بر سر کار باشه. ممنونم از شما آقای مجید محمدی، جامعه شناس، که در برنامه امشب شرکت کردید. خب بینندگان عزیز، تا چند لحظه دیگه همکارم ماندانا به من میپیونده برای اینکه نگاهی داشته باشیم به نظرات شما بر روی فیسبوک، ایمیل، وبلاگ و سایر راه‌های ارتباط. همکارم ماندانا تدعیان اینجاست برای که نظرات شما رو منعکس کنه. سلام بر شما. سلام بر تو آرش. خب اول چند تا نظر میخواستم از توی وبلاگ روی خط بخونم. یکی از این نظرها از آرش هست. تو که نبودی؟ نبودم. آرش نوشته که برخلاف تبلیغات حکومتی در ایران، وجه تشابه همه خیزش‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا حکومت‌های مادام العمر هست و سوریه هم از این هم مستثنا نیست. حکومت ایران هم با وجود فردی به صورت مادام العمر در رأس آن، طبیعی است که به دنبال دلیل تراشی‌های غیر واقعی برای این قیام ها باشه. بیننده دیگری به نام نعیم از تهران توی وبلاگ روی خط نوشته که قتل شهروندان در هر جای دنیا محکوم هست. در ایران 1388، در لیبی 2010، در سوریه 2011 و در بحرین 2011. مهدی از تهران نوشته که بشار اسد مانند هر رهبر دیگری باید به حرف مردمش گوش کنه. مردم صاحبان اختیار و قدرت هستند و هر کس رو که نخواهند باید برود. بیننده دیگری که خودشو به عنوان همیشه به دنبال آزادی از تبریز معرفی کرده، گفته که این جنبش‌های مردمی ثابت کرده که اکثر جنبش‌های آزادی خواهانه در کشورهای اسلامی هست و تصمیم گیرندگانش دیکتاتورهایی هستند که فکر میکنن صاحب مردم هستند، اما ترس مردم ریخته و حاضرن برای رسیدن به آزادی و رفاه اجتماعی و اقتصادی هر هزینه‌ای، حتی مرگ رو به جان بخرن.
پویا از عراق توی وبلاگ روی خط نوشته که به نظر من آمریکا در قبال لیبی و حتی سوریه موضع‌گیری خوبی داشت، ولی با این حال فکر می‌کنم در مورد بحرین هنوز کوتاهی می‌کنه. و سوزان از بیروت به موضع‌گیری ایران اشاره کرده، گفته که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر پشت بحرین پنهان شده، از صبح تا شب می‌گوید در بحرین جنایت‌ها شده، در حالی که جمهوری اسلامی چشم به جنایت‌ها در سوریه و دیگر متحدانش بسته. اینا چند نظر بود از روی وبلاگ روی خط. البته خب ایمن هم یکی از راه‌های دیگه تماس هستش که یه نگاهی هم به اونها داشته باشیم. مهر از عراق از طریق ایمیل با ما تماس گرفته و نوشته که از اون طرف به دوگانگی سیاست‌های ایران اشاره کرده و گفته که از اون طرف تظاهرکنندگان بر علیه رژیم لیبی و بحرین و مصر رو طرفداران آزادی میخونه و از اونها حمایت میکنه و رهبرانشون رو ظالم میدونه و از طرف دیگه تظاهرکنندگان بر علیه رژیم سوریه رو اغتشاشگر و فتنه‌گر میدونه. باید این گونه هم بگوید، چون بشار اسد از حامیان دولت ایران هست و در منطقه به حفظ موقعیت ایران کمک‌های بسیار کرده. ستاره از تهران هم نوشته که دولت ایران به دلیل اینکه متحد حکومت سوریه هست، معترضان رو همون گونه که در ایران خس و خاشاک نامید، در سوریه هم اغتشاشگر نامید. در غیر این صورت سیاست‌های خودش نیز زیر سوال میره. دولت ایران هیچگاه در خبرهای رادیو تلویزیونش حرفی از اعتراضات مردم سوریه نزد، اما خبرهای بحرین رو روزی 100 بار در خبرها تکرار میکنه. این دوگانگی خیلی‌ها بهش اشاره کردن. یک ایمیل دیگه هم می‌خواستم بخونم از اردشیر از ایران، نوشته که رفتار حکومت ایران دوگانه است، چون درگیری‌های مردم تونس، مصر، یمن، بحرین و عربستان رو برخورد بین مردم و دولت اعلام می‌کنه، اما در سوریه همون مردم رو اغتشاشگر می‌دونه. بدتر از آن، برای سرکوب آنها سپاه برون‌مرزی قدس رو بسیج می‌کنه تا مانع رسیدن مردم آزادی‌خواه سوریه به آزادی و دموکراسی بشه، تا به دوست و همپیمان خود بشار اسد خدمت کرده باشه. می‌خواستم یه نگاه کوچیکی هم به فیسبوک داشته باشیم. احسان توی فیسبوک روی خط نوشته که مردم سوریه مانند همه کشورهای منطقه، ایران، مصر، تونس و لیبی، خواهان تحولات در کشورشون هستن. محو دیکتاتوری، پایان دادن به شرایط خفقان و نداشتن آزادی‌های اولیه و عدم احترام به آرا و نظرات مردم و برچیده شدن فقر و فاصله طبقاتی و برقراری عدالت واقعی. اونها به دنبال دین و مذهب و این قبیل چیزها نیستن، چون اینها مسائل فردی است و ربطی به مسائل اجتماعی نداره. شهریان نوشته که سوریه در شرایط خطیری به سر میبره. از یک طرف این موجی که دنیای عرب رو فرا گرفته، اگر به برآیند دموکراسی به انجامه میتونه حاصل نیکو برای منطقه و جهان داشته باشه. از طرف دیگر جای این خطر وجود داره که حکومت ایران از این جریان منطقه‌ای هشدار پیدا کنه و سر و صورت خودش رو سامان بده و عمر حکومت اسلامی به دست اصلاح طلبان برای چندین و چند سال تجدید بشه. ممنونم ازت ماندنا، میدونم که نظرهای زیادی داشتی و تنها بخشی رو خوندی. خب تا چند لحظه دیگه برمیگردیم برای اینکه من موضوع برنامه فردا شب رو خدمتتون اعلام کنم. اما موضوع برنامه فردا شب روی خط، 7 اپریل یا همون 18 فروردین در تقویم ایرانی، یادآور قطع رابطه آمریکا با ایران است. 5 ماه بعد از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان موسوم به پیروان خط امام، کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در چنین روزی رابطه آمریکا با ایران رو قطع کرد. این قطع روابط یک روز بعد با واکنش آیت الله خمینی مواجه شد. 31 سال از اون روزها میگذره و در این 3 دهه گاهی وقایعی چون حادثه سقوط هواپیمای ایرباس ایران به تنش بیشتر بین دو کشور منجر شده و گاهی هم مانند دوره‌های ریاست جمهوری کلینتون و خاتمی در آمریکا و ایران تلاش‌هایی برای نزدیکی دو دولت صورت گرفت. فردا به بهانه سالگرد قطع رابطه آمریکا با ایران با شما و مهمان برنامه به چشم‌انداز و آنچه روبروست خواهیم پرداخت. شما چه آینده‌ای رو برای رابطه ایران و آمریکا متصورید؟ آیا به زودی رابطه اونها برقرار میشه یا اینکه مانند 30 سال گذشته همچنان رابطه ها حداقلی خواهد بود؟ پیامگیر ایمیل و وبلاگ برنامه میزبان نظرهای شما خواهد بود. شما چه آینده‌ای رو برای رابطه ایران و آمریکا متصور هستید؟
قبل از خداحافظی یادآوری کنم بینندگانی نظر داشتن در مورد موضوعات برنامه. موضوعات برنامه کار کارشناسی میشه و خب میبینید هر برنامه المانهای مختلفی براش تدارک دیده میشه و امیدواریم بتونیم در روزهای آینده موضوعاتی که متناسب با پیشنهادات شما هست داشته باشیم. پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. از اینکه با من و همکاران همراه بودید از همه شما تشکر میکنم و تا فرصتی بعد خدا نگهدار.